سبيل الدموع سبيل مريح تنا. به نام خداوند بخشنده و مهربان، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه داشتن بر شما مقرر شد، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود تا پرهیزگار شوید. روزه داشتن در ماه شریف رمضان به هر یک مسلمانی بالغ، عاقل، سالم، مقیم فرض می باشد و کسی که به عذر روزه ای ماه شریف رمضان را ترک می کند، این شخص به گناه کبیره مبتلا می شود. روزه عبادت است که اجر و پاداش او را الله سبحانه و تعالی خود می دهد، طوری که در صحیح مسلم آمده است از ابو هریره خداوند از او راضی باد از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر عملی نیک پسر آدم را دوچند کرده می شود از 10 تا 700 برابر. الله تعالی فرمود: مگر روزه، زیرا او از آن من است و من خودم پاداش او را می دهم. شهوت و خوراک خود را به خاطر من ترک کرد. رمضان سبب مغفرت و آمرزشی گناهان می باشد. از ابو هریره خداوند از او راضی باد از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کی ماه رمضان را روزه گیرد از جهت ایمانش و به نیت اجر و ثواب، گناهان قبلیش مغفرت کرده می شوند. رمضان سبب سعادت پیروزی و خوشحالی در دو دنیا می باشد، طوری که در حدیث صحیح مسلم آمده است از ابو هریره خداوند از او راضی باد از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: برای روزدار دو خوشحالی می باشد، یک خوشحالی در وقت افطار کردن و یک خوشحالی در وقت ملاقات و دیدار پروردگار خیش. روزه در روز قیامت برای روزدار شفاعت می کند. از عبدالله ابن عمر خداوند از او راضی باد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه و قرآن روز قیامت برای بنده شفاعت و سپارش می کنند. روزه می گوید: ای پروردگار، من او را از خوراک و خواهشاتش در روز منع کردم و سپارشی مرا در حق او قبول کن. قرآن می گوید: ای پروردگار، من او را از خواب شب منع کردم، پس سپارشی من را در حق او قبول کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: پس شفاعت و سپارش آنها پذیرفته می شود. از ابن مسعود خداوند از او راضی باد پرسیدند: شما ماه رمضان را چگونه پیشواز می گرفتید؟ ابن مسعود خداوند از او راضی باد گفت: یگان نفری ما جرأت نمی کرد که رمضان را در حال پیشواز بگیرد که در دل او نسبت برادر مسلمانش ذره ای از کینه باشد. برادر و خواهر ایمانیم، درباره روزه ماه شریف رمضان حدیث های بسیار است و فضیلت های بسیار دارد. این را بدان که روزه این امر پروردگار است. اگر آن را به جای آری، بنده مطیع الله هستی، و اگر ترک آن بکنی، یعنی بی سبب آن را ترک بکنی، بدان بنده گناهکار استی. در آخر از الله مهربان طلب می نماییم تا توفیق عمل در این ماه بر ما نصیب بگرداند، چون این ماه ماه شریف است. در این ماه طاعت و عبادت بسیار انجام بدهیم، در این ماه قرآن را بسیار تلاوت بکنیم، در این ماه عملهای صالح را بسیار انجام بدهیم که اجرش تنها از جانب الله است و الله چند مراتبه بخواهد اجر را زیاد میگرداند. این ماه ماهی مغفرت است، این ماه
ماهی دور شدن از آتش دوزخ است. پس این ماه را استفاده ببرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبیل الدموع سبیل مریح تنه هدایا صاحی.